بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. این کریمه که هم مرتبط به مسائل گذشته است و هم مرتبط به خصوص آیه امر معروف و نهی از منکر، مباحث و همچنین احتمالات زیادی را به همراه دارد. اول اینکه این کانه زائد است یا زائد نیست، چون گاهی کانه برای تأکید مطلب میاد و زائد است و عمل هم نمی کند و معنای جدیدی رو به همراه ندارد. نظیر اینکه وذکروا اذ کنتم قلیلا فکثرکم، این اذ کنتم قلیلا فکثرکم کانه اینجا یه معنای جدید رو افاضه نمی کند، چون همین مطلب در آیه دیگر بدون کانه ذکر شد، فمود اذ انتم قلیلون. مطلب دوم این است که اگر زائد نبود کانه تام است یا نه. کانه تام هم در قرآن کریم آمده، نظیر این کان زو اسرتن فنظرتن الى میسره، که این کانه خبر نمی گیرد، کانه تام است، فقط فعل و فاعل دارد و از اصل تحقق خبر می دهد. پس اگر ثابت شد که این کانه زائد است نوبت به بحث دوم نمی رسد، و اگر ثابت شد که زائد نیست نوبت به بحث دوم میرسد، و در بحث دوم اگر ثابت شد کانه تام است نوبت به بحث سوم نمیرسد. حالا اگر در بحث دوم ثابت نشد که این کنتم نظیر این کان زو اسرتن فنظرتن الی میسر است، کانه تام است، بلکه کانه ناقص است، اونگاه مسئله سوم و مطلب سوم مطرح می شود که اگر این کان ناقص است معنای معروف خود را دارد که از کون ناقص خبر بدهد، یا معنای سیرورت را افاده می کند که کنتم خیر امتن یعنی سیرتم خیر امتن. این سه تا مسئله است که در طول هم مطرح است. بخش دیگر بحث آن است که مخاطب این کنتم کیانم. کنتم خطاب به مهاجر و انصار صدر اسلام است، یا کنتم خطاب به مؤمنین عصر رسالت است، یا کنتم خطاب به کل امت اسلامی است. اگر این خطاب ناظر به اون مهاجرین صدر اسلام باشد، این آیه ضمن تمجید مؤمنین صدر اسلام یک تأییر و سرزنش زمینی را هم به همراه دارد، یعنی شما قبلا این طور بودید حالا این طور نیستید. کنتم خیر امت اخرجت للناس، قبلا این طور بودید و الان این طور نیست. این با اینکه آیه در سیاق مدح است هماهنگ نیست. و اگر چنونچه خطاب به مسلمین عصر رسالت باشد این هم تام نیست، برای اینکه در عصر رسالت هم کسانی بودند که آیات سوره توبه در شأن اینها آمده که المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم نسوا الله و نسیهم. و اگر خطاب به کل امت اسلامی باشد که این اسوأ حالن است، برای اینکه همه این خون ریزه های عترت طاهره به دست همین امت اسلامی امویان و مروانیان و عباسیان و امثال ذلک بود و همه جنگ های داخلی سفین و جمل و مارقین و ناکسین و قاسدین هم در همین امت اسلامی بود. پس نمی شود گفت به این که منظور کل امت اسلامی هم یا منظور همه مسلمین عصر رسالت هم یا منظور خصوص مهاجرین و انصار صدر اسلام هم. زیرا آیه در سیاق مد هست نه یک ذم ضمنی را به همراه داشته باشد. گاهی حکم گروه خاصی که در صدر اسلام زندگی می کردن قرآن مشخص می کند، اما به عنوان تخفیف نه تأییر، مثل اینکه می فرماید در جهادهای اولی
یک نفر در مقابل ده نفر قیام میکرد. قبلا در مبارزاتون فرمود این چنین بود که اگر ده نفر شما بود بر 100 نفر غالب میشد، یا 20 نفر بود بر 200 نفر غالب میشد به مانند آن، و اگر 100 نفر بود بر 1000 نفر غالب میشد. اما الان خفف الله عنکم و علم فیکم ضعفا، و الان باید مثلا 1 نفر در برابر 2 نفر مقاومت کند، نه در برابر 10 نفر. این مدح سابق است و تخفیف لاحق، نه ذم لاحق. این چنین نیست که بخواهد مذمت کند. بله بله. خب قبل از این که ما به این کلمه تؤمنون برسیم، پس این کنتم مخاطبش نمیتواند همه منافقین باشد، برای اینکه قبل از تؤمنون مسئله تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر هست، در حالی که منافقون یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف. پس مخاطب همه مسلمین نیستند، یا همه کسانی که در عصر رسالت به سر میبردند نیستند. اگر بگوییم خصوص اون صدر اسلام، مهاجر و انصار صدر اسلام هستند، اون خوب هست، اما معناش اینه که قبلا چنین بودید و حالا نیستید، در صورت کان ناقص باشد، و این یه ذم ذمی را هم به همراه دارد و نظیر آیه جهاد نیست که یک تخفیفی باشد، بلکه این لسان اگر چنون جکان ناقصه باشد و مخصوص صدر اسلام، یعنی قبلا امر معروف و نهی از منکر میکردید، حالا نی. بله، اما همه اصحاب که نه، خصوص صدر اسلام چرا؟ اما آیه در مقام مدح است، و اگر چون چه ما بگوییم شما قبلا این چنین بودی، یعنی حالا این وصف رو نداری، این یک مذمت ضمنی از او استفاده می شود که با آیه سازگار نیست. یه احتمال دیگری هست که اون به خواست خدا در خلال بحث معلوم می شود. پس 3 بحث در باره کانه بود و 3 بحث هم درباره مخاطبین، این که این خطاب مال کیه؟ کنتم خطاب مال کیه؟ چرا؟ ولی اون کریمه سخر لکم نه یعنی شما مسخری تا ما بگوییم منظور گروه خاصن، یعنی معصومین علیهم السلام. مسخر خداست و این منظومه شخصی و نظام کیهانی مسخر است و شما مسخر الله هستید. لذا مستحب است کسی که سوار مرکب می شود بگوید سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. این اختصاصی به انعام و دواب ندارد، سیاره و طیاره و امثال ذلک را هم احیانا می گیرد، چون در آیه دارد که خدا این نعمتها را برای شما فراهم کرد. تستبو على ظهوره، آیه سخر لکم نه یعنی شما مسلطید بر او تا گفته بشود که منظور معصومینن که بر آسمان زمین تسخیر میکنن. معناش این است که خدا برای شما مسخر کرده، مثل اینکه فرمود جعل لکم الارض ذلولا، این زمین را زیر پای شما ذلول و نرم کرده که هر کاری بخواهید رو زمین میتونید انجام بدید، چیزی بکارید، حفاری کنید، رو بسازید، این نرم است. البته اون درست است. شما هم مسخره
چون همین خود آیه دارد که وقتی شما بر مرکب ها سوار می شوید بگویید سبحان الذی سخر لنا هذا، نه اینکه الحمدلله الذی جعلنا مسخرین لهذا، این طور نیست. خب البته احتمالات دیگری هست که شاید در خلال بحث روشن بشه. پس مخاطب هر کدام از این سه گروه باشن بدون محذور نیست، ولی اگر مخاطب اون امتی باشد که قبلا گذشت که ولتکم منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون، این ولتکن منکم امتون از شما امتی باشم، این می شود که امت از شما باشد، کانه تامه باشد یا ناقصه، ناقصه باشد مشکلی ندارد، تامه باشد محضوری ندارد. این امت که مفلحونن اینها خیر و امت اخرجت لناسن. بعد این که فهمود ولتکم منکم امتون که این امت دائیه به خیرن، عامل معروفن، به ناهیه منکرن و اینها هستن که مفلحن، اونگاه به همینها خطاب میفرماید به این که شما خیر امتی مادامی که این اوصاف داشته باشید. کنتم خیر امت اخرجت للناس که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، شما که مفلحینید خیر امتی. اونگاه با اون اصل کلی ان اکرمکم عند الله اتقاکم هماهنگ است، برای اینکه نقل شده است از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بر فراز منبر بود سوال کردند که من خیر الناس، فبود آمرهم بالمعروف و انهاهم عن المنکر و اتقاهم لله، عرض کردن کی از همه بهتر است؟ فرمود اون کسی که بیش از دیگران امر معروف می کند، آمر است بالمعروف، و بیش از دیگران نهی از منکر می کند، انهاست، و بیش از دیگران اهل تقواست و اتقاهم لله، با او هماهنگ می شود. بنابراین خطاب به همون مفلحین است، اختصاصی به صدر اسلام ندارد، اختصاصی به مهاجر انصار یا عصر رسالت ندارد، به همین گروه که مفلحن خطاب میکنن. لذا بعضی ها وقتی این آیه را قرائت کردن گفتن به این که شرایط خیر امت بودن همین اموریست که در آیه یاد شد، و اگر کسی خواست خیر امت باشد فلیعد شرطها یا شرایطها، شرایط سگانش را که در آیه بیان شده است، مهمترین شرطش امر معروف و نهی از منکر است، به عنوان دو جزء اصلی از اون منبع مهم که ایمان به الله است. نه، همیشه این خطاب زنده است به همون امتی که امر معروف است، یاد شما بهترین امتی، کنتم خیر امت اخرجت للناس. نه، همیشه زنده است. نه، این کانه نظیر ولتکن است، هر حرفی که در ولتکن منکم امتون گفته شد اینجا هم هست. این چیه نیست که ولتکن اونجا مضارع باشد، که یعنی بعدها این چیه، نه، حال و مضارع رو شامل می شود. این هم همین دور است، هر وقتی که این امت داعیه الالخیر بود، عامل بالمعروف بود، ناهی عن المنکر بود، مفلح است و خیر امم، نه منظور امت اسلامی باشد. این یک فصل از بحث. نه، کنتم خطاب به کل انسان هاست در هر مقطعی. کنتم خیر امه چون از محقق الوقوع به ماضی یاد می شود، یعنی شما خیر امتی مادامی که این سه فصل رو داشته باشید. همیشه این خطاب زنده است، چون این خطاب همیشه زنده است. چطور ولتکم منکم همیشه زنده است؟ این هم همیشه زنده است. این منکم که اختصاص به مشافهین ندارد که. چطور مستحب است انسان وقتی یا ایها الذین آمنو را شنید، حالا به عنوان سنت یا ادب قرآن، بگد لبیک؟ همواره این خطاب زنده است، همونطوری که ولتکم منکم، این منکم الان شامل امت اسلام می شود، از شما یه امتی باشن این چنین،
حالا اگر از شما امتی این چنین ظهور کردند و قیام کردند مفلح شدند، اینو میشن خیر الامم. نه، ایشون که نمیگن زمان ندارد، میگن وضعاً زمان ندارد، ولی با سیاق زمان ازش در میاد. علی حال هر معنایی که برای بل تکن منکم امتون گفته شد، این کنتم خیر امتین هم همون معنا را تبیین میکند. اونجا میفرماید باشید، اینجا میفرماید هستید. اونجا میفرماید مفلحینید، اینجا میفرماید خیر الامنی. اونجا از یک فضیلت نفسی خبر داد، اینجا از یک فضیلت نسبی سخن میگوید. کنتم خیر امتن اخرجت للناس، شما بهترین مردمی. نه خطاب بکند به امت اسلامی که در بین اینها کسانی هستند که هم کاری که امم قبلی کردن اینا هم میکنن، این دلیل بر فضیلت نیست. بله، وجدتم خیر امتن، اونا که کانه رو تام بگرفتن این چنین گفتن، دیگر گفتن این خیر منصوب علال حالیت است نه علال خبریه. خب بخش دیگر بحث این است که گروهی از اشاعره به این آیه استدلال کردن که اجماع حجت است. بعدها امام رازی حرف اونها را نقل کرد. قبل از امام رازی و قبل از تفسیر او، مرحوم شیخ رضوان الله علیه سخنان اشاعره رو در تبیانشون نقل میکنن، دو رد میکنن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرماید به اینکه به این آیه استدلال شده است به اینکه اجماع حجت است و ما در اصول فقه و در تلخیص شافی که قبل از تفسیرشون مرحوم داشتن فرمود در اون کتاب ها ثابت کردیم که این ادله تام نیست، اما نحوه استدلال به این آیه را در تبیان بیان نکردند. امام رازی در تفسیر میگوید این آیه دلالت دارد که اجماع حجت است به دو وجه. وجه اولش این است که درباره بعضی از امم گذشته خدا فرمود و من قوم موسی امتون یهدون بالحق. چون بعضی از اقوام موسی و ملت‌های کلیمی کسانی هستند که به حق دعوت می‌کنند، پس خیرند. و چون شما بهترین امتید، پس از اونها هم بالاترید. وقتی از اونها بالاتر بودید، یقیناً بهتر از اونها به حق دعوت می‌کنید و پایبندید و هرگز بطلان در دعوا و سیرت شما نیست. اگر در کار شما بطلان راه پیدا میکرد، دیگر خیر امت نبودید و از اونهایی که یهدون بالحق بالاتر نبودید. پس اگر کاری را امت انجام بدهد، یعنی همشون انجام بدهند، چون این امت خیر امت اخرجت لناسن از یک طرف و بهترند از همه امم حتی از اونهایی که یهدون بالحق، معلوم می شود اینها بر مسیر حقن و هیچ بطلانی در کار اینها نیست. این اجماع می شود حجت. بچه دیگری هم ذکر می کنن که اون هم ممکنه بعد اشاره بشود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تبیان می فرماید به این که این آیه دلیل بر حجیت اجماع نیست، زیرا اگر منظور آن است که همه امت این چنینه، همه امت که ما میدیم خیلی ها برخلاف رفتار کردند و میکنند، اگر منظور آن است که در بین امت اسلامی کسانی هستند که دارای این برجستگی بدون نقطه ضعف، این همون معصومینی هستند که ما قائلیم حجیت اجماع به دخول اینهاست، و شما که اینها را از دست دادید چه راهی دارید برای اعتبار اجماع و حجیت اجماع؟ شما چه راه دارید؟ و شمایی که منهای اعتراض طاهره رفتید مشق بکنید، حرف مردمی را که در اونها فساد فراواند چگونه حجت میدانید؟ در بحثای قبلی هم ملاحظه فرمودید به این که اون کاری که منهای اعتراض طاهره و وابستگان به اونها مردم انجام بدن دلیل بر صحت اونها نیست، بلکه در همون نهج البلاغه در هنگام
دفن حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمن علیه السلام به قبر مطهر رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض میکند که این دختر توست و کریمه توست و شما را از جریان با خبر میکند به تضافر امتکه علی هدمها، این شما را با خبر میکند که اجماع کردن که فاطمه علیه السلام را منزوی کنند. تضافر امت است، به تظاهر امت است، یعنی همه اتفاق کردن که او رو منزوی کنن. خب این چه اجماعیست که لا تجتمع امتی علی الخطا، چه خطایی بدتر از این؟ پس اگر اجماعی در کار هست و معتبر، برای آن است که یا کاشف از وفاق و رضای معصوم است یا خود معصومین علیه السلام در جمع اونا حضور دارن و مانند آن، وگر نمی شود همه کار خلاف بکنن، جنگ کردن. بله، ما شما را لتکون و شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، آیه در ذیل همین ها هم هست که قرائت شده از کنتم خیر ائمه، یعنی معناش این است که اینکه ولتکون منکم ائمه قرائت شده است، یعنی تفسیر شده است. حالا یا امامان معصوم یا شاگردان اونها که در تعالیم الهی پیرو اونها هستند، اینها هستند که اماماً برابر همون تعبیری که در رسالت الحقوق امام سجاد سلام الله علیه است که کل سائسین امام بمانند اون. اما بیانی که سیدن استاد رضوان الله علیه دارن که شما در صدر اسلام این چنین بودید ولی این کنتم یعنی در صدر اسلام اینطور بودید، این با سیاق آیه هماهنگ نیست، اولا با ذیل آیه هم هماهنگ نیست، ثانیا چون ذیل آیه میخواد بفهمد بگه اهل کتاب مثل شما نبودن نیستن، اگه مثل شما باشن خوبن. خب اگر شما هم که منهم المؤمنون و اکثر هم فاسقون باشید، اهل کتاب هم که همین طوره، و چه فرق بین شما و اهل کتاب؟ این مسئله امر معروف و نهی از منکر در امم سابق بود، اما به این وسعت و عظمتی که در امت اسلامی هست نبود. اما در امت سابق بود، به شهادت همین آیاتی که بعد در پیش داریم که بعد میخونیم بخواست خدا، اونجا آمده است که لیسوا سواء من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آناء اللیل وهم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین. اما این که فرمود ولتکن منکم امتون یا کنتم خیر امتین، برای اینکه شما از یک رسولی پیروی میکنید که اون خیر الادیان را آورد و امر معروف و نهی از منکری که او آورد جامع تر از امر معروف و نهی از منکری است که دیگران آوردن، و وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم در کتب انبیای سلف به فضائلی وصف شد که از برجسته ترین اونها همین است که یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، که در سوره اعراف وقتی پیروان راستین کتاب‌های انبیای قبل را یاد می‌کند، می‌فرماید اینا کسانی هستند که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. این به عنوان وصف ممتاز رسول خدا عرض شده است. خب اگر چون که اصل امر معروف و مانند اون باشد که همه انبیای قبل این رو داشتن و پیروانشون هم کم و بیش ایرو داشتن، آیه 157 سوره اعراف همین بود دیگر که رسول خدا یأمرهم بالمعروف. اصلا خصوصیت مهمی که برای پیامبر در کتب انبیای سلف آمده است، اول از امر معروف و نهی از منکر شروع می شود، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم عليهم الخبائث. اگر این خصوصیت برجسته ترین خصوصیت هاست و نسبت به امر معروفی که انبیای دیگر آوردن اکمل است، گروهی که از شما به این وظیفه الهی قیام کردید اکمل از دیگرانی. اگر تطبیق شده است در بعضی روایات به ائمه به عنوان مصداق کامل است، حصر نیست،
نه احتیاج هست که ما ائمه قرائت کنیم که بگم کنتم خیر ائمتین، همین امت قرائت میشود، و نه اگر روایتی هم آمد است که منظور ائمه است حصر نیست، مصداق کاملش اونها هستند که خود سید شاه سلام الله فرمود اوریدن آمر بالمعروف و انها عن المنکر و مانند آن، و کسانی هم که پیرو به اون هستند هم مفلحن و هم خیر امت. خیر امت یعنی خیر جماعت، بهترین گروه اینها هستند. چه این که گروه ها را قرآن کریم تقریبا به 5 قسم تقسیم کرده در سوره مبارکه توبه، مهاجرین، سابقین، مقربین و مانند آن، این 4-5 گروهی تقسیم کرده همشون اهل اسلام هم. اما برخی از اونا هم میرسد به جایی که خلط و عملا سالند و آخر سیاه، اونا هم جز مسلمین هم. البته در مقابل اینها گروه هایی هستن که از اسلام بیرونه. بنابراین هر گروهی که به این وظیفه الهی قیام بکند خیر امت خواهد بود، خیر جماعت خواهد بود. مصداق کاملش اونها هستند، وگرنه حصر نیست. یعنی این چه این نیست که دستور باشد ولتکم منکم امتون، اما این دستور را فقط ائمه انجام داده باشد که دیگری مشمول این دستور نباشد، این طور نیست. اجتماع ندارد اونجا، دارد که سنتی که صالحینی که صدور حاضر امه بودن رو به هم نزد. خب روش های خوبی، برنامه های خوبی اگر گذشتگان داشتن چه دایی داره تغییر بدید. در همون اون نهدامی است امین سلام الله به مالک فرمود اون روش های خوبی که در صدر این امت بود ای رو به هم نزد. خب چه دایی داره به هم بزنید، یه برنامه های خوبی دیگران داشتن، خب همون رو حفظ بکنید. بله اگر اون باشد اونم دایی ندارید به هم بزنید، اما این دلیل نیست که اجماع حق است. یه راه خوبی رو نرفتن، یه روش خوبی رو داشتن، اون روش خوب رو شما حفظ بکنید. کاری امر معروف و نهی از منکر ندارد، ممکن است در نحوه اجرای امر معروف و نهی از منکر یه طرح خوبی را داده باشن، شما هم همون طرح خوب رو حفظ بکن. بنابراین این دوتا آیه کاملا میشود هماهنگ. و چون اهل کتاب این چنین نیستن، منهم المؤمنون و اکثر الفاسقون، اما منهم المؤمنون نه منهم المؤمنون الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، اگر اونها هم باشن اونها هم به نوبه خود خیر امتی هستن که برای اقوام خودشون لااقل اخرجت للناس. این اخرجت للناس یعنی اظهرت للناس. در این تعبیرات روایی، در تعبیرات حدیثی هست، یا گاهی هم اینا که فارغ التحصیل میشوند میگن این خریج از فلون جامعه هست، یعنی از اونجا بیرون آمده، نه خروج مستلح. گاهی نقل حدیث از کسی به عنوان اخرجه نقل میشود، اخرجه من فلان، یعنی از هره من فلان، نه اینکه همین خروج لغوی و منظور خاص باشد. اینم اخرجت للناس یعنی اظهرت. اگر روایتی رو راوی از راوی دیگر نقل کرد، در این کتاب های روایی ملاحظه فرمودید میفهم که اخرجه من فلان، یعنی اظهره من فلان. اینجا هم اخرجت للناس یعنی اظهرت للناس. بهترین مردم این گروه خواهند بود. قهرم اینها در کنار انبیا هستند، به شاگردان انبیا محسوب می شوند. چون در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا خوندیم خیر امت نسبی است، اما شما خیر امت حقیقی هستید، برای اینکه نه بعدن کسی خواهد آمد نه قبلا کسی مثل شما بود. جریان اینکه این گروه همراه انبیا هستند در همین سوره مبارکه آل عمران قبلا بحثش گذشت که ستمکاران کسانی هستند که انبیا را شهید میکنند، آمران به معروف و ناهیان از منکر را هم شربت شهادت مینوشانند. اینا در ردیف همونها هستند. خب اگر اینها تابع انبیاین و همون راهی که انبیا طی کردن همون راه را رفتن، به همین میشوند خیر امت اخریت للناس. آیه 21 هم سوره مبارکه آل عمران ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس. خب
پایگاه عظیم آمرانه به معروف طوریست که اینها در کنار انبیا قرار گرفتن. طاغیان هم همون طوری که دشمنان انبیاین دشمنان آمرانه بلقیست هم هستن و همون طوری که خسارت قتل انبیا عذاب علیم است، خسارت قتل آمران بلقیست هم عذاب علیم است. این که فرمود ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، این کلمه من الناس برای آن است که این آمرین بالقسط غیر از انبیایند، انبیا خب یقینا آمر بالقسطند، اما از بین مردم گروهی که آمر بالقسطند نه موعظه بکنند، فرمان روایان عدل و قسطند، اینا وارثان همون انبیایند. لذا مرحوم طبرسی رضوان الله تو مجمع این حدیث را نقل کرد که آمرین به معروف خلیفه الله هم در زمین. اگر سخن از خلافت است در همین معیار هست و اگر سخن از قتل آمران بالمعروف و آمران بالقسط در کنار قتل انبیا هست به همین معیار هست و اگر خسارت قتل انبیا و قتل این گروه همتای هم است به همین معیار هست، چون اینا خیر امت اخرجت للناس، اینها آمر بالقسطن، نه اینکه مقسطن یا مردم را به قسط دعوت میکنن که به عنوان داعیان الی خیر باشن یا مصلحان جامعه باشن یا معلمان جامعه باشن یا مربیان جامعه باشن. اینا یه عناوین عامه است که بر دیگران هم صادق است. اینا فرمان روایان قسطن، فرمانده قسط و عدل، لذا به همه جا هم حاضرن. از این جهت اینا میشن خیر الامم. وقتی خیر امم شدن ظاهرا محضوری هم به همراه ندارد. حالا احتمالات دیگر رو ملازم فرمید که بحث میشه. الحمدلله رب العالمین.